بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر به بسته خبری ساعت ده از تلویزیون تمدن خوش آمدید دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر سازمان ملل میگوید برای حمایت از 114 هزار زلزله زده در ولایت هرات به 93 میلیون دلار نیاز است این سازمان میگوید که خانواده های آسیب دیده به سرپناه موقت غذا کمک نقدی آب سالم مراقبت های صحی و حمایت های استراری نیاز دارند در همین حال رئیس جمعیت هلال احمر ولایت خراسان رزوی ایران از ارسال دومین محموله کمک بشری مردم ایران به هرات خبر داده است از سوی هم یک مقام سازمان بین المللی گفته نگفته که زلزله های پی هم زنان و دختران در غرب افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و آنها به حمایت های روانی و اجتماعی نیاز فوری دارند سومین نشست کمربند و جاده امروز و فردا در بیجینگ پایتخت چین برگزار می شود. از جانب افغانستان در این نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت شرکت می کند. وزارت صنعت و تجارت گفته آقای عزیزی در این نشست در مورد طرح ساخت یک جاده از طریق دهلیز هوایی و ساخت یک نوار باریک و کوهستانی در شمال افغانستان برای دسترسی مستقیم به چین بحث و تبادل نظر خواهد کرد. پروژه اقتصادی کمربند جاده شامل راه های زمینی دریایی و هوایی بوده که از چین آغاز و از طریق آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی وصل می شود با عملی شدن این پروژه چین میلیون ها دلار در پروژه های زیر ساختی افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد بخش افغانستان برنامه جهانی غذا بار دیگر اعلام کرد 15 میلیون نفر که یک سوم جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند در بدترین وضعیت ممکن و سر میبرند این سازمان به دلیل کمبود بودجه کمکهایش را در افغانستان پنج برابر کاهش داده همزمان این نگرانی وجود دارد که کاهش کمک های سازمان ملل منجر به بحران عمیق انسانی شود وزارت اقتصاد ما میگوید ادامه کمک های بشری سازمان ملل در مبارزه با ناامنی غذایی Komák, mikor ریاست پاسپورت ولایت غزنی از توزیع 15 هزار جلد پاسپورت تا هفت ماه گذشته خبر داد این اداره گفته ایجاد شفافیت در توزیع پاسپورت و مجهه شدن دفاتر این اداره با وسایل پیشرفته سبب شده تا روند توزیع پاسپورت به شهروندان تسری شود با این حال مراجع کنندگان ما دیدگاه های متفاوتی دارند شماره ابراز رضایت کرد اما برخی دیگر از کندی کار نبوده امکانات و عدم نیروی کار کافی در این اداره شکایت دارند و خبر اخیر این که در تیراندازی یک فرد مسلح در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دو نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند فرد مهاجم خود را وابسته به داعش معرفی کرده و توانسته از صحنه رویداد فرار کند او گفته با کشتن چند نفر که پیراهن تیم ملی فوتبال سویدن را پوشیده بودند انتقام گرفته است بر اساس گزارش ها قربانیان این رویداد سویدنی هستند و برای تماشای بازی سویدن و بلژیم به بروکسل سفر کرده بودند این حمله پس از آن صورت گرفته که سویدن در ماهای اخیر بارها شاهد توهین به قرآن کریم و دیگر مقدسات اسلامی بود است. با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان تا دورود دیگر بدرود.